پاکستان امروز در کنفرانس مطبوعاتی که به اشتراک ژورنالیستان داخلی و خارجی دایر گردیده بود شرکت نموده و به سوالات آنان پاسخ گفتند. اکنون توجه کنید به جریان این کنفرانس مطبوعاتی. ژورنالیستان عزیز، فکر می کنم که شما اعلامیه ها و ابلاغیه های قمندانی اعلی قوای مسلح را در رابطه با کودتای نافرجام شهنواز تنی وزیر دفاع اسبق حتما دنبال کرده اید. در کنفرانس مطبوعاتی امروز می خواهم به اطلاع شما برسانم که ما در واقع با چنان یک توطئه وسیع و پلان شده مواجه گردیدیم که هدف آن سقوط حکومت جمهوری افغانستان و کسب قدرت از طریق زور در ظرف چند ساعت بود. کودتا با حمله برقاسای عده ای از تیارات قوای هوایی بر مقر دفتر ریاست جمهوری و مناطق مزدحم شهر کابل با منظور ایجاد اضطراب و سراسیمگی آغاز گردید. همزمان با آن کودتاچیان با یک سلسله اقدامات دیگر بر علیه اهداف نظامی و ملکی در برخی جاهای دیگر نیز دست زدند. گزارش های واصله از ولایات به قمندانی اعلی قوای مسلح جمهوری افغانستان در نخستین ساعت این کودتای نافرجام اطمینان دادند که قمندان های تقریبا کلیه قطعات و جزدام های اردوی جمهوری افغانستان توانستند که از وقوع هر نوع برخورد مسلحانه و خوندیزی جلوگیری نمایند. رهبری کودتا در حالی که پایگاه هوایی بگرام را متصرف گردیده بود، در تعمیر وزارت دفاع به اصطلاح قرارگاه انقلابی ستردرستیز ایجاد کرده بود. قمندانی اعلی قوای مسلح جمهوری افغانستان قبل از آن که به دفاع از خود متوسل گردد سعی به عمل آورد تا رهبران کودتا را از تلاش های بیهوده ایشان که سبب خونریزی و دهشت بی سابقه می گردید منصرف سازد. پس از آن که قمندانی اعلی جواب منفی دریافت، به اسرع وقت تصامیم لازم و مقتضی را علیه توطئه‌گران آغاز نمود. در نتیجه پس از اقدامات نیروهای ما شماری از رهبران کودتا ناگزیر شدند، مخفیانه پناهگاه های خود را در دارالامان ترک گفته و عازم پایگاه هوایی بگرام گردند. سپس به زودی قرارگاه شهنواز و همدستانش در دارالامان تسخیر گردید و شماری از افراد وی در آنجا گرفتار گردیدند. در این زمان گلبدین حکمتیار، مانند آن که از قبل آماده شده باشد، با موازات این مسئله اعلام نمود که از اقدام کودتا پشتیبانی نموده و به گروه های مسلح خود دستور داده تا وارد صحنه شده و کودتاچیان را کمک نمایند. افشای به موقع این اطلاع در مورد زدوبند مخفی میان شهنواز، اسدالله سروری و گلبدین حکمتیار که تحت نظر اداره استخبارات نظامی پاکستان صورت گرفته بود سبب شد
که برخی از فریب خوردگان به وسیله شهنواز تنی از توطئه‌گران اصلی خود را جدا سازند و علیه آنان اقدام نمایند. درست چند لحظه پیش از آن که نیروهای ما آخرین مخفیگاه کودتاچیان را در بگرام تحت تصرف درآورند، رهبران کودتا با استفاده از یک هلیکوپتر و دو پروند تیاره ترانسپورتی نظامی به پاکستان فرار کردند. بدین سان یک ماجرای خونین پایان یافت و هرگاه نیروهای مسلح جمهوری افغانستان اقدام به موقع نمی کرد، امکان آن می رفت که خونریزی و ویرانی های بی سابقه را در وطن محبوب ما به بار آورد. در ظرف 24 ساعت وضع تحت کنترل قماندانی اعلی قوای مسلح در آورده شد و تا چند ساعت بعدی به حالت عادی برگشت. در مجموع 25 نفر از شهریان کابل شهید و اضافه از 150 نفر مجروح گردیدند. مردم افغانستان از اقدام شجاعانه و آگاهانه قوای مسلح جمهوری افغانستان که با منافع اولیای مردم افغانستان وفادار ماندن سپاسگزار می باشند، زیرا آنها توانستند که اتحاد نامقدس و توطئه دشمنان افغانستان، همدستان و اجیران داخلی آنان را عقیم سازند. نگاه به ترکیب چهره های معلوم الحال خائنین و کودتاچیان ماهیت واقعی و هدف اصلی توطئه را برملا می سازد. کدام چهره ها؟ گلبدین حکمتیار که نماینده متعصب‌ترین دسته های اپوزیسیون افراطی می باشد، از 15 سال بدین سو جنگ خونین را بر علیه مردم و کشور خود زیر نظر مستقیم استخبارات نظامی پاکستان به پیش می برد و به پیش می برد. اکنون اعمال وحشیانه و تروریستی گلبدین حکمتیار به همگان هویدا گردیده است. او مسئول چندین برخورد خونین میان دسته های مختلف اپوزیسیون مسلح و قتل و ترورهای سیاسی و قاچاق اسلحه و مواد مخدره می باشد. گلبدین سرسختانه و لجوجانه کلیه پیشنهادات جمهوری افغانستان را به خاطر دستیابی به هر صلح‌آمیز مسئله افغانستان رد کرده و در پی ایجاد دیکتاتوری فردی خود بود. اسدالله سروری بنابر ارتکاب جنایات نابخشودنی خیش که در اوایل انقلاب که موجب تباهی صدها تن از هموطنان بیگناه ما گردید، در نزد مردم افغانستان یک شخص بدنام، قاتل و معلوم الحال تثبیت گردیده است. او نیز با کلیه مسائی جمهوری افغانستان در جهت اعاده صلح، پایان دادن خونریزی و دسترسی به مصالحه ملی به طور پیهم مخالفت ورزیده است. شهنواز که شدیداً تشنه قدرت بود، با استفاده از کلیه امکانات تلاش می‌ورزید تا تحقق مصالحه ملی را صد گردیده و همواره از عناصر جنگ‌افروز و نظامیگر که با دسته های اپوزیسیون افراطی در زد و بند بودن پشتیبانی و حمایت می نمود. اداره استخبارات نظامی پاکستان که این کودتا را طرح و تنظیم می نمود، همواره روی حل نظامی اصرار می ورزید و بدین وسیله همه این چهره ها و مراکز علیه سیاست مصالحی ملی و توسعه دموکراسی در افغانستان به توطئه می برداخت. طوری که دیده می شود وجه مشترک کلیه
عمال شامل این توطئه را مخالفت صریح با سیاست مصالحه ملی و توسعه دموکراسی که از طرف رهبری جمهوری افغانستان تعقیب می شود تشکیل می دهد. حقیم ساختن به موقع این توطئه ضد افغانی، ضد صلح و جنایتکارانه از یک سو به صراحت نشان داد که نیروهای طرفدار صلح و مصالحه ملی در افغانستان از شجاعت، نیرومندی و برتری برخوردار بوده و از سوی دیگر بقایای مخالفت و دشمنی علیه مصالحه ملی در داخل دستگاه دولت و حزب را ریشه کن ساخت. در خاتمه یک بار دیگر کلیت عودات خود را دایر بر ادامه مساعی خستگی ناپذیر در جهت استفاده از کلیه امکانات و وسایل به خاطر قطع هرچه زودتر جنگ و خونریزی از طریق تحقق صادقانه مشی مصالحه ملی به خاطر نجات وطن از مصائب جنگ و توسعه دموکراسی یک بار دیگر تجدید می نماییم.